mm الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واتسمت بذي العزة والعدل والجبروت واستعنت بذي الاذمة والقدرة والملكوت ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد <applause> اللهم شكرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الميعاد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر پرنیاز پرنیازمون را به سوی خداوند بینیاز برمی داریم و برای سلامتی آقا و مولامون ولی نعمت عالم وجود دعا می کنیم و یقین داریم این دعاها توجهات توسلات اثر دارد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی الحجة <applause> ابن الحسن صلواتك علي وعلي وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا والاسرى ودليلا وعينا حتى تُسْكِنُ أَرْضَكَ توعى وَتَمْتَعُونَ فِيهَا طَمِيلًا يَا ابْنَ الْحَسَن همه شب بهکویتایم به بهانهٔ گدایی که مگر شبی ز بروخم در این گشای آقا جو به خدا اگر توانم زدرت روم به جو. که مرا زبند زلفت نبود سر رهایی یا صاحب زمان یا صاحب صاحب زمان یا صاحب زمان آقا جان همه جان به جمله چشمه که مگر زدن در همتان همه تن به جمل گوشم که مگر لبی گوشایی آقا یا ابن الحسن پسر فاطم من اگر که خار پستم سگ درگه تو هستم چه شود چه شود که وقت مردن تو به دیدن منایی یا صاحب زمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب زمان هدیه محضر مقدس و نورانی امیر عالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وجهة خشنودية حضرة زهراء سلام الله عليها وبغسط تأجيل در أمر فرج وظهور إمام زمن عليه السلام صلواتي إنايتكني اللهم تقدیم به پیشگاه نورانی و با کرامت مولانا و مولا الکونین حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام و همه عزیزان و یارانی که در رکابشون به شهادت رسیدن مخصوصا بزرگ پرچمدار رشید کربلا حضرت عبا الفضل العباس قمر منیر بنی آشم علیه السلام و مادر چهار شهید حضرت ام البنین سلام الله علیه سلوات دوم را بلندتر عنایت کنید اللهم صلی اللهم در ادامه ارائز جلسات و محافل گذشتمون پیرامون آیات نورانی در قرآن کریم در رابطه با وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رسیدیم به آیات مبارکات سوره والفجر سوره ای که در بیان امام صادق علیه السلام سکش به نام امام حسین علیه السلام خورده است عرض شد موضوع این سوره بیان این مطلب مهم است که خداوند متعال به همه انسانها تمام ابزار تمام امکانات و وسایل برای رسیدن به رشد واقعی یعنی رسیدن به مقام عبودیت و بندگی را در اختیار همگان گذاشته است ولیکن انسان ها در مقابل این امکانات به دو گروه تقسیم می شوند دسته اول اونها که تمام این سرمایه ها تمام این امکانات و ابزار رشد و کمال را می سوزانند خود و این ابزار و وسایل رشد را خاکستر می کنه. سه نمونه هم خداوند عالم برای ای دسته اول بیان کرد قوم عاد، قوم سمود و فرعون نهایتا هم فرمود نتیجه این تقیانگری، نتیجه این بهره برداری غلط و سوء استفاده از امکانات رشد نتیجه نابودی و هلاکت شد فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک ان ربک لبالمرصاد اما گروه دوم اون انسانهای بالا و والایی هستند که از تمام این امکانات الهی حد اکثر استفاده رو میبرند و تمام این ابزار و وسایل را در خدمت عبادت و بندگی الهی قرار میدهند میرسند به مقامی که الگوی بندگان الهی میشوند به مقام ابا عبداللهی رسند و آیات پایانی این سوره در رابطه با اونهاست یا هن نفسل مطمئن ترجعی الی ربک راضیه مطمئنه فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی حالا به لطف و فضل الهی ما وارد آیات این سوره مبارکه می شویم و آیه به آیه انشاالله الله جلو می رویم و نکات لازم در رابطه با این آیات را در حد فرصت و زمان مجلسمان تقدیم حضور شما بینندگان و شنوندگان عزیز خواهیم کرد بسم الله الرحمن الرحیم والفجر و لیال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر در قرآن کریم جاهای متعددی خداوند متعال قسم یاد کرده است این سوگندهای قرآن شاید ناظر به این مطلب باشد که وقتی سخن و کلام خیلی مهم و آموزنده باشد مربی برای توجه افراد تحت تربیت قسم میخورد ما انسانهای عادی دستور خداست که خدا را در معرض قسمهاتون قرار ندید قسم نخورید لا تجعل الله ارزتن کم خدا رو در مرز قسم قرار ندید خدا رو پایین نیارید بی حرمتی به مقام و شعن و رتبه خدا نکنید اما خداوند متعال که اول مربی این عالم است اول تربیت کننده این جهان و موجودات نظام آفرینش است قسم یاد میکنه معصومین علیهم السلام برای تربیت ما و توجه ما به مطالب بعد از قسم سوگن یاد کرده این برای اینه که ما در غفلت نباشیم ما حواسمون جمع باشه به عنوان تنبه به عنوان توجه خدا و اولیاش از قسم استفاده کردن عمدتا هم قسمهای های قرآن قسم های معصومین به یه چیزایی است که در مرعا و منظر ما انسان هاست میبینیم و برای ما شفاف و روشن است البته این قسم های خدا و اولیاء الهی یه ظاهری دارد یه باطنی دارد حالا من به عنوان نمونه غیر از این سوره مبارکه ولفج یه نمونه ارز کنم ببینید گاهی مطلب اونقدر مهم است باید قسم بخورن باید سوگند یاد بشود از طرف مربی تا افراد تحت تربیت و متربیان توجه و عنایت بیشتری داشته باشند از باب نمونه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلَهَمَهَا ما وَتَقْوَاهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَّاهَا مطلب هو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بتحقيق مسلماً هو 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 اون کسی که نفس و روح و جانش رو پرداخت کرد طلا گاهی کثیف میشه کدر میشه میبرند زرگرها مسئولین مربوطه افرادی که متخصص در این امر هستند این طلا رو پرداخت میکنند براق و زیبا میشود روح و جان ما هم گاهی غبار می نشیند بر روی آن گاهی کثیف میشه گاهی کدر می شود این روح را رو باید پرداختش کرد این روح رو باید تزکیه نمود تهذیب قد افلح من زکاها به حقیقت آزادی و رستگاری رسید اون کسی که نفس و روحش رو پرداخت نمود و تزکیه و تهذیب نمود خب این مطلب خیلی مهمه چندین قسم خدا یاد کرده قسم به خورشید و نورش قسم به ماه و فروقش قسم به نور و آشکاریش قسم به شب و پرده سیاهیش قسم به زمین و گستردگیش قسم به آسمان و بنیان گذارش قسم به نفس نفیس انسان قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها زرر کرده است خسران نموده است کسی که توجه به نفسش و روح و جانش ننمود خب ببینید چندین قسم برای بیان این مطلب حالا میم می سراغ آیات مورد بحث خودمون بسم الله الرحمن الرحیم والفجر لیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر اجازه بدید قبل, قبل از این که این قسم ها رو یه توضیحی ارز بکنم یکی دو سه مطلب سه چهار مطلب راجع به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ارز کنم به اعتقاد فقها و بزرگان شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت حتی بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است در نماز هم باید حمد با سوره خونده بشود مطلب دوم این که به ما دستور دادهاند در تمام کارهاتون آغاز و شروع همه کارهاتون مخصوصا کارهای اساسی و بنیادی با نام خدا و با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل امر ذیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر کاری که کار مهمی که با نام خدا و با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود به نتیجه نخواهد رسید مطلب سوم به ما دستور دادند در سوار شدن بر مرکب در بعضی موارد به طور ویژه و به طور خاص یادآوری کردن فرمودن مستحب از سوار کشتی میخواید بشید آیه ای که حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام خوند و سوار کشتی شد و سالم به مقصد در مسجد کوفه کشتی به گل نشست قالر کبوفی فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم مطلب چهارم پیامبر اعظم اعظم علیه و علیه آله المعصومین افضل الصلوات فرمودند من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم مخلصاً سبحت معل جبال فرمودن کسی که با اخلاص با توجه بسم الله الرحمن الرحیم رو بگد کوهها و بلکه کل هستی با او هم نوا و هم صدا خواهند شد مطلب پنجم فرمودند کسی <applause> که بسم الله الرحمن الرحیم را با توجه بگوید چون نوزده کلمه است درهای بهشت به روی او باز می شود درهای جهنم به روی او بسته می شود در روایت دیگر فرمودن کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید ده هزار حسنه در نامه او ثبت می شود ده هزار سیعه از پرونده اعمالش محو می شود و ده هزار درجه و رتبه خداوند متعال به او عطا می کند بیش از سی مطلب من جمع کردم راجع به بسم الله یه مطلب آخر عرض کنم و اون ترک شدن بسم الله اگر خدای ناکرده انسان بسم الله الرحمن الرحیم رو ترک کرد روایت دارد آقا امیر المومنین علیه السلام دوستی داشتن اسمش عبد الرحمن یه مقداری کمردردی پادردی بود شرفیام شد محضر آقا امیر المومنین علیه السلام یه کرسی یه صندلی بود نشست تا نشست صندلی چپ شد و این بنده خدا اون چنون به زمین خورد که سر او شکست و خون فواره زد آقا امیر دست مبارک رو رو سر او گذاشتن خون بند آمد فرمودن که عبدالرحمن بسم الله الرحمن الرحیم رو فراموش کردی گو بلا فرمودن این نتیجه و عقوبت فراموش کردن بسم الله الرحمن الرحیم است و الفجر و لیال نعش هر کدام این قسم ها تفاصیل و معانی مختلفی برای شده است در ابتدا معنای ظاهری این قسم ها رو ارز کنم تا یه توضیح راجع به حقیقت این قسم ها قسم به سپید دم صبحگاهان قسم به اون نوری که ظلمت را می شکافد و فجر طلو می کند قسم به شبهای دهگانه قسم به جفت و تک قسم به شب هنگامی که حرکت کنند در رابطه با فجر معانی زیادی شده است معنای فجر به معنی شکافتن معنای اول قسم به فجر انقلاب و نهزت خاتم الانبیا و بعثت وجود مقدس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قسم به فجر بعثت تاریکی ها ظلمت ها زلالت ها غفلت ها اون همه تاریکی هایی که امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه یک خطبه مفصل در رابطه با اون دوران ظلمانی که مردم در چه وضعیتی بودند اصلا انسانیتی وجود نداشت اون چه بود ظلم و جنایت و تباهی و تاریکی و گمراهی و نادانی بود بعثت خاتم الانبیا آمد به تمام اون تاریکی ها و به تمام اون ظلمت ها و زلالت ها پایان داد به یک نمونه کوتاهش اشاره کنم آیه صد و چهار سوره مبارکه آل امران رو ملاحظه کنید و شعن نزولش را انایت بفرمایید و به حبل الله جمیعا ولا تفرقو و نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم فاصبحتم به نعمته اخوانا و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذكم منها دو قبیله پرجمعیت جمعیت بودند در جاهلیت به نام قبیله اوس و خزرج بیش از صد و سال با هم جنگ و خون و خون ریزی برای چی؟ یک مسئله ساده ای که اصلا انسان به تعجب و شگفتی میاد یعنی یک ان دو انسان با هم چنین دو قبیله صد و چارده سال از همدیگر بکشن برای این یه مطلب ساده پیش پا افتاده گاو قبیله اوسی رفته تو لطه و صحرای قبیله خزرجی قبیله خزرجی آمد گفت چرا چنین با یک کلمه از خواهی خب گاو دیگه حیوان است رها شد رفت با یه جمله کار تمام می شد اما گم آمد که آمد اون اوسی زد خزرجی رو کشت اش آمدن از این طرف رو کشتن صد و چهارده سال به همین منوال کشت و کشتار ادامه داشت خاتم الانبیا آمد بس است چه می کنید شما انسانید ای چه حرکتی است مسلمان شدن در پرتو اسلام با هم مهربان شدن صفا صمیمیت آمد اسلام آمد دلهای اینها رو با هم مهربان کرد و این آیه نازل شد و آتش به حبل الله جمیعا همتون به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید تفرقه و اختلاف رو کنار بگذارید و یادتون بیاد یکی از خصوصیات بشر قفلت و نسیان لذا مرتب در قرآن وذکرو داریم در قرآن مرتب اذ داریم که اون هم به معنای اذکروه یادتون نره فراموش نکنید شما چه بودید و الان چی هستید و کی هستید بیاد بیارید نعمت بزرگ رهبری خاتم الانبیا را شما با یکدیگر دشمن کاردخونی بودید به برکت اسلام به برکت بعثت خاتم الانبیا شما با هم مهربان شدید قلبه هاتون با هم صمیمی شد به یاد بیارید اون وقتی که لب پرتگاه سقوط بودید یکی دو سال دیگه اگر این کار ادامه پیدا می کرد همه تون نابود بودین خدا شما رو از سقوط و لب این پرتگاه نجات داد خب ببینید از همین ها از همین عرب جاهلی پیغمبر عاشق شهادت مثل هنزلی غسیل الملائکه ها مثل مسعب ابن امیر ها تربیت کرد والفجر قسم به فجر بعثت خاتم الانبی این یه معنی دو والفجر قسم به نهزت و انقلاب و قیام مقدس آشورای ابا عبدالله الهسین علیه السلام و السلام چه نهزتی بود که دشمنان خواستن دین را مکتب خاتم الانبیا را تمام ارزش های الهی را محو کنن سید و شهدا به میدان آمد خودش آمد عزیزانش را آورد اهل و عیالش آورد همه رو در طبق اخلاص نهاد تا اون نقشه ها و اون توتعه های دشمنون برای محو دین و مکتب اینها نقش بر آب بشود شعار امام حسین روز آشورا به تمام دهنکجی های دشمنون برای محو مکتب رسول الله این بود ان دین و محمدن لم یستقم الا بقتلی فیا و سیوف و اگر دین و آین و مکتب جدم رسول الله پا بر جانمی ماند جز با شهادت من شمشیرها بیایید مرا در برگیرید من تکه تکه بشوم علی اکبرم اربن اربا بشود اصحاب و یارانم به شهادت برسن اهل و عیالم به اسارت بروند اما دین به مکتب زنده و جاوید شود من حاضرم والفجر قسم به نهزت آشورای حسینی که طلوع فجر امید و نور بود در دل اون ظلمتها و سیاهیها و تاریکیها ولذا و اش را هم بعضی مفسرین تفسیر کردن به ده شب اول محرم چه ده شبیه ده است که خلاصه به حضورتون آرزم واقعا تمام دنیا به حرکت به جنب و جوش بازین باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماتم است السلام, السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح حلت الفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعل الله أخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين على اصحاب الحسین امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه که به حسب ظاهر زیارت اما کلش روزه های امام حسینه مسائب کربلا یا صدا میزنه یا جدا اگر نبودم کربلا اگه زمان من رو به تخیر اندا اما صبح و شام برات بلند بلند گریه می از اگر اشک چشمم تمام شود خون گریه می مکرر از آقا سال مزید. کردن آجا کدام مصیبت که شما براش خون گریه می مزید. فرمودن مصیبت اسارت ام جانم زینب صلی الله علیکم يا أَوْلَ بيت رسول الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وتقبل اللهم الوسيلة بجاه محمد وآل الأطهار